سرخط خبرها و مهمترین ها. حمله بزرگ طالبان بر ولسوالی نجراب کاپیسا عقب زده شد. نور به طالبان، صلح کنید وگرنه سرکوب خواهید شد. ملا برادر، گفتگوهای بین الافغانی با گذشت 10 ماه هنوز هیچ پیشرفتی نکرده است و همچنان در پایان. سهم گرفتن فعالانه زنان بامیانی در خطهای نخست نبرد و عقب جبهه های جنگ. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. مقام های امنیتی ولایت کاپیسا می گویند که حمله بزرگ گروه طالبان را در ولسوالی نجاب این ولایت عقب زدند. با گزارش اسپوتنیک، شایق شورش، سخنگوی فرماندهی پلیس کاپیسا با تایید این خبر به رسانه ها گفت که گروه طالبان نیمه های جمعه شب 25 سرطان به قصد تصرف ولسوالی نجراب از دره افغانیه این ولسوالی حملاتشان را آغاز کرد که در نتیجه با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و خیزش مردمی روبرو شده است. با گفته او گروه طالبان با دادن تلفات سنگین از این ساحه عقب نشینی کرده است. شورش تصریح کرد که در این حمله 12 عضو این گروه به شمول مولوی احسان الله فرمانده طالبان کشته شده و 17 جنگجوی طالب زخم برداشتند. پلیس کاپیسا میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی کوه صابات، کوه آنتنها، تپه خاکی و دره افغانیه از وجود طالبان پاکسازی شد و جنگجویان طالبان از این مناطق متواری شدند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعا کرده است که ولسوالی نجراب کاپیسا از سوی طالبان تصرف شده است. درگیری ها در نجراب ولایت کاپیسا در حال شدت گرفته است که روز جمعه 25 سرطان عزیز الرحمن تواب معاون مالی و اداری ولایت کاپیسا در درگیری رودرو با طالبان در این ولسوالی شهید شد. والی پیشین بلخ میگوید جنگ ما به خاطر صلح است. او به طالبان هشدار داد که صلح کنند، در غیر این صورت به شدت سرکوب خواهند شد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه های خبری کابل، عطا محمد نور والی پیشین بلخ و از رهبران جمعیت که در جمع از صدها هوادار مسلح صحبت میکرد تاکید کرد که اگر طالبان به صلح تمکین نکنند، جنگ این گروه با جنگ پاسخ داده خواهد شد. عطا محمد نور از هوادارانش خواست که شهادت را بر شلاق بیگانگان ترجیح دهند و جسورانه برزمند و از خاکشان دفاع کنند. او گفت که نیروهای تحت امرش در حالت آماده باش قرار دارند و در کنار نظام علی طالبان در صورت نپذیرفتن صلح خواهند جنگید. صدها تن از هواداران عطا محمد در مزار شریف جنگ افزار برداشته و برای مقابله با طالبان آماده می شوند. نور در این جمع از طالبان خواست تا جنگ را کنار بگذارند و به میز مذاکرات صلح برگردند. والی پیشین بلخ گفت جنگ ما به خاطر صلح است، نگذارد که ملتتان پایمال یک مشت عناصر جاهل، نادان و عناصر خودفروخته جنگ های نیابتی بیگانه ها شود. نگذارد خاکتان پایمال کثیف‌ترین چهره هایی که وطن فروش هستند شود. نگذارد که ملتتان زیر شلاق زندگی بکنند. نور به افراد مسلح تحت امرش می گوید که اگر کسانی در میانشان توان مقابله با طالبان را ندارند، همین حالا سلاحش را زمین بگذارند. عطا محمد نور گفت توقع ما این است که جسورانه برزمید، مردانه استاد شوید. هر کسی که توان جنگ را ندارد از همین اکنون سلاح خود را زمین بگذارد. هر کسی که راحتی می خواهد از همین حالا در جایی که خود را راحت احساس می کند باشد. سختی را اگر قبول می کنید، در دفاع از ناموستان، در دفاع از عزتتان، در حفظ ارزشهایتان، پس بر شما است که بدون هیچ نوع ترس استادگی بکنید. والی پیشین بلخ تاکید می کند که انواع جنگ افزار در اختیار دارد و در برابر هر سلاح لایزری طالب ده ها میل سلاحهای پیشرفته سبک و سنگین در قبضه دارد. او گفت در برابر دشمن توپ داریم، تانک داریم، امکانات داریم، همه چیز داریم. در برابر هر لیزرش ده ها لیزر در خطوط داریم که بهترین نوع سلاح لیزری است
که تا 1.5 مایل تقریبا بیش از 2 کیلومتر را می تواند بزند. هواداران تا محمد نور پس از آن سلا برداشتند که جنگجویان گروه طالبان تا نزدیکی شهر مزار شریف رسیده بودند. نور تا کنون چندین بار عملیات در خطوط مقدم جنگ را رهبری کرده است. عطا محمد نور اکنون در قالب هیئت به دوحه برای مذاکره با طالبان رفته است. درباره بسیج مردمی علیه طالبان گفته است: بسیج مردمی یک تشکیل موقت برای توقف تجاوز طالبان است. ما به تصمیم جامعه جهانی برای خروج نیروها از افغانستان احترام میگذاریم، اما نمی توانید از ما انتظار داشته باشید که بنشینیم و کشورمان را در جنگ تماشا کنیم. مردم کشته می شوند و مکاتب و دانشگاه ها بمباران می شوند. وای افزود وقت حل و فصل شود یا جنگ خاتمه یابد، قلم نسبت به تفنگ ترجیح داده خواهد شد، اما تا آن زمان ما از این سرزمین دفاع می کنیم. ملا برادر، گفتگوهای بین الافغانی با گذشت 10 ماه هنوز هیچ پیشرفتی نکرده است. سرپرست هیئت طالبان گفت تقریبا 10 ماه است که گفتگوهای بین الافغانی در حال انجام است. برخی از مشکلات وجود دارد و پیشرفت حاصل نشده. ما تلاش خود را خواهیم کرد تا گفتگوها به نتیجه مثبت برسد. با گزارش اسپوتنیک، ملا عبدالغنی برادر رهبر سیاسی طالبان در دوحه امروز شنبه گفت که مذاکرات با دولت 10 ماه است که ادامه دارد، ولی به پیشرفت ملموسی که انتظار می رود منجر نشده است. برادر در سخنرانی خود که توسط محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در تویتر منتشر شد تاکید کرد گفتگوهای داخل افغانستان نزدیک به 10 ماه در اینجا ادامه دارد و متاسفانه برخی از مشکلات وجود دارد و هیچ پیشرفت همان طور که انتظار می رود وجود ندارد. وای افزود امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را انجام داده است که منجر به نتیجه مثبت مذاکرات شود. خاطر نشان کرد که ما باید به بی‌اعتمادی پایان دهیم و برای اتحاد مردم تلاش کنیم و قاطعانه در برابر همه تلاش هایی که تمامیت ارضی و وحدت ملی را تهدید می کند بیستیم. وای تاکید کرد که امارت اسلامی افغانستان اجازه هیچ تلاش برای تضعیف تمامیت ارضی را نمی دهد. مذاکرات میان هیئت نظامی جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر امروز شنبه 25 سرطان آغاز شد. این مذاکرات قرار است به مدت 2 روز در دوحه برگزار شود. به نقل از فیسبوک شمیم شادیدار، سهم گرفتن فعالانه زنان بامیونی در خطهای نخست نبرد و عقب جبههای جنگ. این در حال است که نیروهای امنیتی در حمایت خیزش‌های مردمی روز گذشته ولسوالی‌های سیغان و کوهمرد ولایت بامیان را از تصرف جنگجویان گروه طالب خارج و شب گذشته ولسوالی شیخ علی را در ولایت پروان نیز آزاد کردند. عربستان اجبار تعطیلی فروشگاه‌ها هنگام آذان را لغو کرد. بر اساس دستور دولت عربستان سعودی، از این پس و برای اولین بار در این کشور فروشگاه‌ها اجازه دارند در ساعات نماز باز بمانند و به مشتریان خدمات ارائه دهند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک نمایید. روزتان خوش.